سرخط خبرها. کشته شدن بیش از 20 تن از نیروهای طالبان در یک کمین نیروهای جبهه مقاومت. تشدید درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولایت پنجشیر. جبهه مقاومت خواسته های جدیدی برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرده است. طالبان در بادغیس مردم را از دیدن تلویزیون افغانستان انترنشنال منع کردند. مجسمه های دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل توسط طالبان تخریب شد. و بی‌توجهی به آموزگاران در کشور، معلمان در ولایت نمروز میگویند که معاشات ماه حوتشان ناپدید شده است. و خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز یک شنبه اول جوزا برابر است با 22 مه سال 2022 میلادی. مشروح خبرها. کشته شدن 20 تن از نیروهای طالبان در یک کمین نیروهای جبهه مقاومت. جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که 20 تن از نیروهای طالبان در نتیجه کمین نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر کشته شدند. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، در یک توییت نوشته است که صبح امروز نیروهای طالبان زمانی که می‌خواستند بر قرارگاه نظامی این جبهه در منطقه حصارک والسپلی روخه حمله کنند، با کمین نیروهای جبهه مقاومت روبرو شدند. با گفته او، در نتیجه این حمله بیش از 20 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. نظری در مورد تلفات افراد جبهه مقاومت ملی چیزی نگفته است. با این حال منابع محلی میگویند که طالبان بامداد امروز از چندین جهت حملات بر قرارگاه‌های نظامی جبهه مقاومت ملی در منطقه حصارک والسپلی روخه پنجشیر را آغاز کردند. با گفته منابعی در این حملات به طرف‌های درگیر تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تا کنون روشن نیست. طالبان تا هنوز در مورد این ادعاها چیزی بر رسانه‌ها نگفتند. تشدید درگیری‌ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که درگیری‌ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در والسپلی روخه و پریان این ولایت شدت گرفته است. با گفته منابع، نیروهای طالبان از روز گذشته به این سو از چندین جهت بر قرارگاه‌های نیروهای مقاومت در دو والسپلی پنجشیر حمله کردند. گفتنی است که از 3 هفته به این سو طبق اظهارات جبهه مقاومت، درگیری‌های وقفه‌ای میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در شماری از والسپلی‌های پنجشیر و بغلان جریان دارد. جبهه مقاومت ملی خواسته‌های جدیدی را برای پایان دادن به جنگ افغانستان مطرح کرده است. جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان میگوید که اگر طالبان در انتخابات شرکت کرده و به حقوق اولیه انسانی افغانها احترام بگذارند، جنگ را متوقف خواهند کرد. جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان هشدار می‌دهد که اگر طالبان به ظلم در افغانستان ادامه دهند، از جنگ دست بر نخواهند داشت. احمد مسعود، رهبر خودخوانده جبهه مقاومت، در مصاحبه اخیر با یک شبکه تلویزیونی غربی از طالبان خواست تا در انتخابات شرکت کنند و به حقوق اولیه انسانی افغانها احترام بگذارند. و ای میگوید که صلح، آشتی و دولت سازی زمان امکان پذیر خواهد بود که همه افراد جامعه در دولت حضور داشته باشند. احمد مسعود در این مصاحبه به تحصیل و سایر حقوق زنان و دختران افغانستانی اشاره کرده و گفته است که طالبان باید حقوق بشر همه شهروندان را رعایت کنند. در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام بر رادیو آزادی افغانستان گفت افغانستان با صلح، امن و توسط نظام قوی اسلامی اداره می شود و هیچ کس اجازه ندارد کشور را به سمت جنگ و بی‌ثباتی بکشاند.
وی میگوید بهتر از تمام کسانی که از کشور گریخته‌اند واقعیت‌های دیگر را درک کنند، آرمان‌های ملت خود را بدانند و از موضع‌گیری در برابر افغان‌ها خودداری کنند. طالبان در بادغیس مردم را از دیدن تلویزیون افغانستان اینترنشنال منع کردند. برخی منابع از ولایت بادغیس در غرب کشور میگویند که طالبان باشندگان این ولایت را از تماشای تلویزیون افغانستان اینترنشنال منع کردند. منابع در ولایت بادغیس امروز یک شنبه به روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از طریق بلندگوهای مساجد به مردم اعلام کردند که از تماشای تلویزیون افغانستان اینترنشنال خودداری کنند. طالبان هشدار دادند کسانی که از این دستور سرپیچی کنند و هنگام تماشای برنامه این تلویزیون بازداشت شوند سخت مجازات خواهند شد. تخریب مجسمه‌های دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل توسط طالبان. منابعی از دانشگاه کابل تایید می‌کنند که طالبان آثار و مجسمه‌های دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل را تخریب کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که چندین مجسمه در این دانشکده از سوی طالبان تخریب شده است. گفتنی است که طالبان پس از باز شدن دروازه دانشگاه کابل بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا را مهرلاک کردند و بخش تصنیف و ترانه را جایگزین آن کردند. همین گونه طالبان بخش مجسمه سازی این دانشکده را متوقف و دانشجویان هر دو دانشکده را در بی سرنوشتی مطلق قرار دادند. این در حالی است که چند پیش نیز طالبان مجسمه مادر که در محوطه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل بود ابتدا با تکه سیاه پوشاندند و یکی دو روز بعد آن را به کلی برداشتند. و بی توجهی به آموزگاران در کشور، معلمان در ولایت نمروز میگویند که معاشات ماه حوتشان ناپدید شده است. شماری از معلمان در ولایت نمروز میگویند که آنها معاش برجه‌های حوت و ثورشان را دریافت نکردند. این معلمان میگویند با آنکه با شرایط سخت اقتصادی روبرو هستند و تنها منبع درآمدشان همین معاش اندک معلمی است، اما معاش ماه حوت سال گذشته خود را تا هنوز دریافت نکردند. با آنکه طالبان سال مالی را به اول ماه حمل تغییر دادند، اما تا هنوز مبلغ قابل تاییدیه سال قبل را پرداخت نکردند. معلمان در نمروز روایت تلخی از زندگیشان دارند و در انتظار پرداخت معاشاتشان هستند. شماری از آموزگاران مکتب‌های شهید حبیب و شهید عتیق الله در شهر زرنج مرکز ولایت نمروز به روزنامه 8 صبح میگویند که آنها هنوز معاش ماه حوت سال گذشته خیش را دریافت نکردند، در حالی که بودجه سال 1401 هم تصویب شده است. آنها می‌افزایند که توان خرید یک بوری آرد و یک قوطی روغن را ندارند.